به نام خداوند نیلوفرین. درود بر همه شما نیکان، رضا ابراهیمی هستم در خدمت شما با یک کلیپ آموزشی. دوستان عزیز، یکی از موارد بسیار بسیار مهم برای یک کاوشگر این هست که کار راحت دست بده و تعداد افراد کمتر باشه. همین موردی که خدمتتون عرض میکنم، قلک‌های سنگی یا جاسازهای سنگی، دوستان گرامی، یکی از مواردی هست که میتونه مثمر ثمر باشه برای شما و اون کار هم نیاز به همراه نداره و شما به صورت یک نفره حد اکثر زمان لازمی که در منطقه میگذارید با چای آتیشی که میخواین بگذارید و تا موفقیتتون، از لحظه ای که شما مبادرت به جمع‌آوری هیزم خوش، نه گیاه و بوته خیس، از لحظه ای که شما شروع میکنید چوبهای خشک رو در طبیعت جمع میکنید تا موفقیت، یک ساعت بیشتر زمان نمیبره و اون هم جاسازهای درون سنگ هست، جاسازهایی که در دل سنگ ها ایجاد شده. من نمیخوام وارد این مقوله بشم که چرا این جاسازها در این جاها به نوعی ساخته شده. همه اینها رو در کلیپ های گذشته خدمتتون عنوان کردم. میخوام مستقیم برم سر اصل مطلب و میخوایم از این موضوع نتیجه بگیریم. خب حالا چه سنگی میتونه درونش یک جاساز ارزشمند باشه؟ وقتی صحبت از ارزشمند که میشه، دوستان عزیز، این رو در ذهنتون پرورش ندید که درون این سنگ یک تن میتونه بار باشه، 100 کیلو میتونه شی ارزشمند باشه. در حد 3 5 7 9 13 17 33 و حد اکثر 70 تا مسکوکات فلزی. حد اکثر رو ما در نظر بگیریم، 70 تا سکه فلزی، از این 70 تا میتونه 13 تا زرد باشه، مابقی سفید. اگر 3 تا باشه شانس بیارید یکیش زرده، اگر 3 تا باشه مطمئنن هر 3 هم سفید هست یا نقره هست. پس اگر به دنبال جاساز سنگی هستید، درست زود دست میده، اما به دنبال این نباشید که خروارها به شما طلا و نقره بده. ضمن این که شما یک مقبره شاهی رو هم که باز بکنید خیلی به شما بار زرد بده، 100 گرم نهایتا خیلی ارزشمند باشه، یک مقبره شاهی باشه 150 گرم میتونه به شما طلا بده. چرا؟ چون طلا در زمان باستان هم استخراجش مشکل بود و هم فناوری طلا مشکل بود و طلا واقعا ارزش واقعی خودش رو داشت. ضمن این که همین الان هم طلا ارزشمند هست، اما با توجه به ابزار پیشرفته استخراج اون آسونه و فناوری اون آسونه و همینطور به اون طلا رو به اشکال مختلفی در قالب‌های خیلی جدید، اون رو به اشکال بسیار زیبا در میارن. اما در گذشته همه این فرایند، دوستان گرامی، بسیار بسیار سخت بود، لذا بسیار ارزشمند بود. پس به دنبال این نباشید که در یک مکان حتی نامی شما میتونید مثلا 5 کیلو طلا در بیارید، 10 کیلو طلا در بیارید، خیلی هنر بکنید 100 گرم. اما بریم سراغ سنگ ارزشمندی که درون اون مسکوکات فلزی هست. اولا اینکه این سنگ در یک مکان نامی بایستی باشه، یک مکان مقتدر، در نزدیکی اون سنگ بایستی شما یک قلعه باستانی یا یک سکونتگاه باستانی رو داشته باشید. وجود راه مال رو هم بسیار بسیار حائز اهمیته.
اما بریم سراغ خود سنگ. معمولا بر روی برخی از سنگ ها ما میبینیم که یک سری علائمی هست، مثل نقوش بز و کل و آهو و غزال و اینجور موارد. اگر چنین موردی رو دیدید، اون سنگ هنر تزئین هست. یه چوپانی بیکار بوده اونجا، طبیعت رو داره میبینه که کل و بز و آهو و غزال هست، روی سنگ اومده حجاری کرده، پس اون هنر تزئین هست. یک چوپان با ذوق تلاشگر اومده روی سنگ یک شکلی رو ترسیم کرده، اون ربطی به بار و دفینه و مسکوکات فلزی در اون سنگ نداره، پس اون سنگ رو حفظ بکنید، سریع پوچک به دست نشید که این سنگ رو بشکونیدش. اون سنگ هنر تزئین هست. در نزدیکی قلعه ها، برخی از قلعه ها، ما یک سری از سنگ ها رو داریم که به اشکال نماد هستن، به شکل های نماد های مختلف از قوچ و خوک و اسب و سرباز و اینها گرفته تا عقاب و سایر موارد دیگه، جغد و سایر موارد دیگه. اینها هم نشان اقتدار و قدرت اون حاکم و فرمانروا هست. اما کار مشکل شد. الان پس چه سنگی به ما بار و دفینه میده؟ چه سنگی قلک محسوب میشه به نوعی؟ حالا یک اصطلاح جدیدی هست که این سنگ ها در مجازی قلک میگن، همین قلکی که ما در کوزه های سفالی سکه هایی رو میریختیم، در باستان هم سنگ رو میتراشیدن و مسکوکات فلزی رو درون اون قرار میدادن، با یک ملات همرنگ سنگ رو میتراشیدن، قسمتی از سنگ رو پودری میساختن به صورت ملات، روی اون رو میپوشوندن و اون خدمتون عرض بشه که سکه های فلزی ارزشمندشون رو درون اون سنگ میگذاشتن تا مشخص نشه. اما یک سری علائمی برای خودشون میگذاشتن که بعد از این که این شرایط فورس ماژور مثل جنگ یا سیل یا زلزله یا هر چیز دیگه‌ای به اتمام رسید، دوباره برن سراغ سر وقت همون سنگ. خب حالا اون بخت برگشته مرده نرفته، الان نوبت به ما رسیده که ما اون اموال اون آقا رو حلالش کنیم، ما میخوایم بریم. پس اون علائمی که اون مادر مرده اونجا گذاشته رو ما بایستی بشناسیم، ضمن این که یک دقیقه هم سکوت بکنیم برای آرامش روح اون متوفا. برای چی؟ برای اینکه اون اموال رو اونجا گذاشته و ما میتونیم با درآوردن اون اموال بتونیم زاپاس یک خودرویی رو بخریم. اما دوستان عزیز، علائم و نشانه چیه؟ علائم و نشانه عزیز من این هست که به اندازه یک سوراخی، به اندازه یک سوراخ گرد یا دایره یا مدور، به اندازه یک بند انگشت، بی معنی، به اندازه یک بند انگشت یا یه خورده بزرگتر روی سنگ هست. دورورش رو نگاه میکنی میبینید جای پنجه های دست، ببینید پنجه های دستمون به چه شکل است، یک سری فرو رفتگی هایی که اگر انگشت کوچیک، انگشتر، وسط، سبابه و انگشت شستمون رو بگذاریم، دقیقا جای همون انگشت پنجه های دست ماست. پس اگر ما یک سوراخی به اندازه بند انگشت یا یک کمی بزرگتر روی سنگ دیدیم و یک پنجه دست، اون سنگ درونش سکه داره. ضمن این که شما میتونید با تست صدا یک سنگی رو بگیرید، به اطراف اون سنگ بزنید، مطمئنن جایی که خالی هست صدای پوکی میده، یا یک پوینت پینتر رو بردارید، با پوینت پینتر نزدیکش بشید، چون 1000 سال 2000 سال اون مسکوکات فلزی درون اون سنگ موندن
و اون یون یا گاز از خودش ساطع کرده، پوینتر به راحتی آلارم میده، زنگ میزنه، صدا میده. یعنی چی؟ یعنی درون این سنگ چیزی هست. خب تا اینجا شد یک سوراخ گرد مدور به همراه جای پنجه های دست. حالا ما سنگی رو داریم که به جای یک سوراخ چند تا سوراخ هست، باز هم همون حکایت رو داره. اگر به جای یک سوراخ چند تا سوراخ بود و جای پنجه دست بود، اینجا دیگه حکایت متفاوت هست. درون سنگ چیزی نیست. شما سنگ رو کنار بزنید و زیر سنگ رو بررسی بکنید. امیدوارم که این مطلب به کارتون بیاد و بتونید به تنهایی موفق بشید. چرا؟ چون شراکت کار خیلی سختیه. اگر شراکت خوب بود و آسون بود، خالق متعال برای خودش شریک میگرفت. پس هیچگاه در هیچ کاری با هیچ شخصی شریک نشید. امضای خدا پای تمامی رویاهاتون، امضای خدا پای تمامی آرزوهاتون. مهرتون جاوید و روزگارتون وصل آرامش و امید. سابسکرایب و لایک و ارسال کامنت لاتین برای حمایت یادتون نره. بدرود.